ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Bon salon. 43 برنامه زیر آسمان پاریس رو مشاهده میکنید و به دلیل کمی وقت کوتاه‌ترین مقدمه. مهم موافقت و یا مخالفت با اون چیزی که میشنوید نیست، بلکه فرصتی است برای دیدن، شنیدن و اندیشیدن. صحبت امروز رو آغاز بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه برها در این روز آفتابی اومدی در اینجا و به خصوص اینکه از دوست نازنینم بسیار تشکر میکنم که از راه دور اومدن، ایشون از دانمارک اومدن و به هر حال جزو اروپایی ها هستیم، ولی به هر حال قدم رنج فرمودید دوست عزیز. بنابراین بحثی که امروز در واقع مطرح شده، همطور که مطلع هستید، تحت عنوان عمومی اسلام و توتالیتاریسم شرقی هستش که از طرف در واقع انجمن زندگی، زیست بوم و آزادی برگزار میشه. دوستان عزیز، مسئله‌ای که مطرح شد این استش که اساساً جایگاه مذهب اسلام در ایران چیست و آیا جامعه ایران رو میتونیم بدون توجه به مسئله دین فهمیدش؟ به هر حال یکی از کلیدهای مهمی که برای درک جامعه ایران مطرح استش همون مسئله در واقع درک از دین اسلام، جایگاه این دین در هویت کشور ایران و همچنین در ذهنیت و در بافت تاریخی این مملکت استش. و سوالی میمونه که چرا؟ اگر مسئله اسلام یک مسئله بنیادی و گرهی در جامعه ما هستش، چرا توجه لازمه رو به خودش در واقع اختصاص نداده در جامعه؟ و به هر حال امروز برخی معتقدن که جامعه ما کماکان در یک دورانی قرار گرفته که در جستجو و در راهی که آغاز شده به سمت مدرنیته میخواد بره، ولی به هر حال حداقل این تفسیر و یا تحلیل هم که قبول داشته باشیم، یکی از مسائل کلیدی نوع نگاهمون به مذهب در ارتباط با مسئله مدرنیته در ایران هستش، جامعه ایران هستش. منظور من با دقیق‌تر چی هستش؟ منظور من این هستش که نگاه‌هایی که در برخورد به اسلام وجود داره، یعنی اسلام، دین اسلام، قرآن، زندگی محمد و سنت شیعه، و مشخصاً نگاه‌های آشکار، نگاه‌های صریح، یعنی اونجایی که صحبت از برخوردهای خجالتی دیگر نیست. و من فکر می‌کنم که یکی از خصوصیت‌هایی که جامعه روشنفکری باید داشته باشه از نقطه نظر من همونا مسئله شجاعت فکری هستش، این که به طرز آشکار مسائل رو مطرح بکنه. این برمیگرده به این که آیا روشنفکران از این مسئله، یعنی مسئله جایگاه دین، ارزیابی دارن که این یکی از مسائل مرکزی و در ضمن یکی از عوامل اصلی گرفتاری های جامعه ایران هست؟ اگر این هست، بنابراین در طول تاریخ چگونه به این امر برخورد شده؟ ما خیلی راحت به قدرت سیاسی پیوسته برخورد کردیم، به فرماسیون اقتصادی جامعه پیوسته برخورد شده، به جنبه های اجتماعی جامعه پیوسته برخورد شده، ولی مسئله به اصطلاح ارزیابی از مذهب خیلی به نظر من محدود صورت گرفته. من فکر میکنم که یکی از مسائل مرکزی جامعه روشنفکری ایران، جنبه تئوریکی که در دستور کارش هستش، نوع نگاه به در واقع مذهب و نقد اسلام در جامعه ایران هستش. بنابراین به هیچ وجه خودم رو در چارچوب مباحث سیاسی و در ارتباط با نگاه و نگرش یک حزب و یا یک سیاستمدار به هیچ وجه قرار نمیدم، بلکه از زاویه روشنفکری فقط و فقط میخوام در اینجا این مطلب رو مطرح بکنم. هزار سال پیش نقطه نظراتی که از جانب برخی از اندیشمندان جامعه بود
از قبیل ابو علی سینا، از قبیل رازی، در شعر خیام نوعی در واقع تمایل به عقلگرایی، نوعی مخالفت و ضدیت با خرافات مذهبی بود. من اخیراً مجدداً داشتم کتاب رازی رو طب روحانی رو میخوندم، نگاه میکردم و واقعاً تعجب میکردم که در حدود 1000 سال پیش با مسائل و نکاتی رو مطرح میکنه که در نگاه دکارت وجود داره. اگر این دوران کهن باشه، دوران جدید یعنی از دوران مشروطه که اینو میگم دور دوم، دوران مشروطه، دوران قانونگرایی، تمدنگرایی همراه با نقد خرافات و جنبه‌هایی از شریعت، جنبه‌هایی از شیعه‌گرایی و به خصوص افکار که از جانب اندیشمندان این دوران مطرح شده مانند آخونزاده و یا میرزا آخان کرمانی به نحوی بیانگر همون تمایل به خردگرایی، قانونگرایی هست و با ویژگی مخالفت کم و بیش آشکار علیه مذهب. ولی در این حال به خصوص اگه ما توجه بکنیم به فرض کتاب سه مکتوب میرزا آخان کرمانی رو نگاه بکنیم که در نوامبر 1911 منتشر شد، یعنی حدود یک قرن پیش، با صراحت بسیار بسیار گسترده علیه خرافات، علیه دستگاه علما، علیه شیعه بیان انتقاد بسیار آشکاری مطرح میکنه که در اون بستر زمانی با بیان یک شجاعت بسیار گسترده از جانب این فرد بودش، شجاعتی که از یک سو نظر به مسئله قانونگرایی و رفتن به همونطور که خودش میگه به طرف سیویلیزاسیون و از سوی دیگه میدونست که یکی از موانع رفتن به سوی سیویلیزاسیون مسئله در واقع خرافات و دستگاه در واقع مذهبی در ایران هستش. در دوران سوم که میذارم برای به هر حال ساده کردن مطلب، دوران پهلوی، از جمله مطالبی که در این دوران منتشر شد، همونطور که میدونیم در سال 1330 در واقع دو قرن سکوت دکتر زرین‌کوب هستش که البته بر چاپ دومش که 5-30 سال بعدش منتشر کرد برخی انتقاداتی که بهش مطرح شده بود رو در واقع انتقاد میده به کتاب خودش، ولی روح کتاب کماکان باقی میمونه و میدونم که کسانی هستن که انتقاد دارم، به طب انتقادات میتونه جای خودش رو داشته باشه، بحث بر سر این نیستش که به طور کامل از این اثر یا از اون نویسنده دفاع بشه، فقط بیان نوع کاری که در مقابله با دین به عنوان عامل اصلی در واقع مسائل و معضلات جامعه ایران. بنابراین دو قرن سکوت اون هستش که نگاهش به تاریخ یک نگاه ایدئولوژیک مذهبی که وجود داشت رو مورد انتقاد قرار میده و با توجه به شواهد، با توجه به برها نوعی ناسیونالیزمی هم که خودش داره و به قول خودش میگه با شوری که من دارم به مسائل تاریخی اون دوره میپردازه و مسئله اسلام رو به عنوان یک تجاوز به موقعیت در واقع یک کشور دیگه تلقی میکنه و همونطور که در جاهای مختلف کتابش مطرح میکنه، پدیده در واقع اسلام و حضور اسلام رو به عنوان یک به اصطلاح حضور خشن و توأم با سرکوب و دینی که تحمیل شده مورد توجه قرار میده. کسی دیگه ای که میشه ذکر کرد در این دوران علی دشتی هستش که در 23 سال که حدنان دوستان خوندن که در واقع علی دشتی هم نگاهی که داره به در واقع زمینی کردن مسئله اسلام هستش با صراحت و نگاه بسیار روشن و آشکار و علارغم این که نتونست به شکل خیلی گسترده نظر خودشو پخش کنه، ولی که به هر حال اینجا اونجا بسیار زیاد پخش شد. بخش دیگه از این کارهایی که در این دوران صورت گرفته کارهای صادق هدایت هستش که از جمله در کتاب توپ مرواری هستش و سایر کارهاش که همونطور که میدونید در
توپ مرواری بسیار با صراحت تمام علیه در واقع مذهب اسلام و اینکه این باعث بدبختی و بردگی مردم ایران شده، که هم نگاه طنز در واقع داره و هم نگاه تاریخی اجتماعی داره. و به هر حال میشه توجه کرد به نوشته های احمد کسروی هم، که به هر حال از جمله در نظریاتش در نقد شیعه‌گری از جمله که مسئله شیعه‌گری رو مورد انتقاد شدید قرار میده، گویی که هر کدوم از این نویسندگان میتونن نگاه های خاص خودشون داشته باشن که مورد توجه یا مورد اعتماد یا انتقاد ما باشه، ولی باز آنچه که مورد نظر من هستش صراحت در بیان این اندیشه ها هستش. حدوداً ارزیابی من اینه که در دوران جمهوری اسلامی نزدیک 50 کتاب، من از مقالات صحبت نمی کنم یا به فرض کارهایی که در برخی رسانه ها انجام گرفته صحبت نمی کنم، من به عنوان کتاب صحبت می کنم، نوشته هایی که به شکل کتاب در آمدن، نزدیک 50 کتاب در دوران جمهوری اسلامی تا اونجا که من تحقیقی هم نگاه کردم منتشر شده، که در تمامی این کتاب ها مستقیماً اسلام، مستقیماً پیامبر اسلام، مستقیماً در واقع مذهب شیعه، امامان و مجموعی احکام اسلامی به طرز آشکار مورد نقد، بررسی و نقد قرار گرفته. یعنی اینکه چه در دوران شاه در گذشته، چه در دوران جمهوری اسلامی، پیوسته قدرت سیاسی در راستای حمایت از مذهب رسمی حرکت کرده. بنابراین هیچ وقت از اون انتظار نقد نمیتونستیم داشته باشیم. یک. دو، مجموعه هرم مذهبی در ایران، یعنی اولیگارشی مذهبی در ایران، این در زمانی گذشته کسانی که چه بسا در قدرت نبودن، ولی که به هر حال امروز اگر به شکل خلاصه نگاه بکنیم، رژیم جمهوری اسلامی و مجموعه دستگاه حاکمی که دور بر این رژیم هستش هرگز به هیچ چنین چیزی نمیره و برعکس باستولید این مسئله رو خواهن هستش. نکته سوم، تمامی روشنفکران و دوستمون صحبتی کرده در آخرین مقاله خودش، میگه که اسلامیستای اصلاح طلب، که من کاملا باهاش موافق هستم، یعنی تمامی کسانی که میگیم روشنفکر، گرچه مورد اختلاف هستش آیا کسی که دینی هستش رو میشه روشنفکر قرار قلم داد کرد یا نه، ولی نخبگان، سیاستمدارانی که به عنوان سیاست مداران در واقع اصلاح طلب یا ایدئولوگ ها مطرح شدن، تمامی اینها در واقع تمایل به باز تولید نظام ایدئولوژیکی اسلامی به خود اسلام دارن. جامعه روشنفکری فرانسه را اگه نگاه بکنیم از قرن 18 از جمله ویژگی های فیلسوفان و اندیشمندان قرن 18 چی بود؟ مبارزه علیه کلیسا و مبارزه علیه مذهب خرافاتی وجود داشت و از سوی دیگه مبارزه علیه استبداد. توجه بکنیم به تمام نوشته های فیلسوفان قرن 18 سرشار هست از مطالب انتقادی. در جامعه امروز فرانسه، بخشی از جامعه فرانسه، نگاه بکنیم به کارهای میشل اونفره، نگاه بکنیم به کارهای اطلان، نگاه بکنیم به یک سری کارهای دیگه‌ای که صورت میگیره، بخشی از کارهای اینا مستقیماً در نقد مذهب هستش. بنابراین علارغم این که مذهب در اینجا به نحوی که در ایران عمل میکنه اون عمل رو نمیکنه، اون تأثیر رو نداره، کماکان در دستور کار روشنفکری و تئوریک این جامعه قرار داره، ولی که در مورد ما این مسئله واقعیت متاسفانه در این بخشایی که گفتم نداره. بنابراین کاری که میمونه عمدتا توسط یک اقلیت بسیار محدودی صورت گرفته، و این اقلیت محدود که در واقع به نوعی من فکر میکنم ویژگی که داشتن شجاعت اینها و صراحت فکری این افراد هستش. ما امروز به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که چون اسلام مذهب توده هستش، چون در واقع ما متحدین سیاسی داریم، چون به هر حال زخمی نباید کرد، مسئله در این زمینه باید سکوت کرد. من به عنوان فرد، به عنوان فرد سیاسی میتونم با افرادی که یک زاویه دیگه دارن وارد میدون مبارزه باشم، علیه استبداد مبارزه بکنم، ولی که به هیچ وجه بخش
کاری روشنفکری نباید در واقع از دست بره و یا در واقع در تحت سایه قرار بگیره. و به این خاطر هستش که در واقع من خلاصه میکنم، جنبندگی میکنم، اگر یکی از عوامل رشد مدرنیته مسئله وجود اسلام، وجود شیعه و مجموعی افسانه هایی که ساخته شده هستش در ذهنیت جامعه و در تمامی روندهای مختلف جامعه، بنابراین مسئله انتقاد به دین کماکان در رأس مسائل کنونی ایران قرار میگیره. پس با توجه به این، آنچه که مهم هست این هستش که ما امروز باید بدونیم که در برابر مسئله اسلام نیروهایی هستند که به شکل قاطع، مستقیم غیر مستقیم، از حضور و این حاکمیت ایدولوژیکی دفاع میکنن. و بنابراین روشنفکران ایران، اون بخشی که دست به این کار انتقادی زدن، از اون نظر من مسئله پروبلماتیکی که مورد نظرشون قرار دادن یک پروبلماتیک صحیح هستش. داشتن در واقع این ایده که ما به سمت جامعه مترقی باید بریم صحیح هستش، مدرنیته رو باید پیگیری بکنیم صحیح هستش، و بنابراین اگر این کار صحیح هستش، مبارزه علیه خرافات، مبارزه علیه اسلام و برای آزادی فکری بیشتر و آزادی روح و روان انسان‌ها در جامعه، این مبارزه یک امر کاملا قطعی و ضروری هستش. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، بخش دوم، دوست گرامی مهدی مظفری. سروران ارجمند، دوستان گرامی، بنده خیلی خوشحالم که در اولین روزهای بهار در حضور شما هستم و به این مناسبت نوروز رو هم خدمت شما شادباش عرض میکنم. پراکنده عرض بکنم اینکه چرا من این کتاب رو نوشتم. این کتاب در واقع بخشی از تحقیقات و پژوهش‌هایی که سالهای گذشته انجام شده در نشریات بین المللی یا به صورت کتاب بعضی از اینها منتشر شده. دوران به اصطلاح کاریر دانشگاهی من که حدود 42 سال میشه، هرچند به قیافه من نمیاد، عرض کنم اینها انجام شده، ولی یک تفاوت این کتاب داره با بقیه کتاب ها. اصولا هدف از پژوهش چیست؟ و این هدف پژوهش در واقع، در این همه ما متفق هستیم فکر میکنم، که تولید دانش هست، تولید دانش جدید هست، یا اینکه تجدید نظر در دانش‌های موجود و بروز کردن این دانستنی‌ها و این دانش‌ها. این هدف اصلی هر پژوهشگری هست، چه دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی. این چطور مورد استقبال قرار بگیره و چه کسی خواهد خواند و چه کسی نخواهد خواند. من در واقع این کتاب رو برای خودم نوشتم در درجه اول، و از هان اغنت که من در این کتاب به مورد به این دانشور بزرگ ارجاع دادم، میپرسن که چرا مینویسی. اون میگه که برای که بفهمم. و این خیلی ساده به نظر میرسه که یعنی چی، خب چطور میشه که آدم بنویسه برای که بفهمه. ولی دوستانی که با این روند نوشتن سر و کار دارن میدونن که وقتی که شما آغاز میکنید و شروع به نوشتن میکنید، یک حالت دیگه‌ای به وجود میاد که حتی اون ذهنیات و اون چیزهایی که شما تصور میکردید که اینها با ثبات هستن و همینطور هستن، اینها هم مورد نقد خود این روند نوشتن قرار میگیرن. در دورانی هم انجام شد که همین اکتبر نوامبر که به اصطلاح منتشر شد، این بود که من فوق العاده خسته بودم و میگفتم به هر حال این کتاب منتشر بشه و تمام بشه. البته و میتونم بگم که با تعجب خودم با استقبال خیلی بزرگی مواجه شد،
و جزو 10 کتاب، هرچند در اکتبر منتشر شده بود و در نوامبر تجدید چاپ شده همین کتاب، این جزو 10 کتاب سال دانمارک به اصطلاح در آمد. اون هم همین کار کرد برای که بفهمه که چه بلایی به سرش اومده، این که به سرش اومده چیه اصولا، و به همین خاطر رفته و جستجو کرده، کنکاش کرده و این تحقیقات بسیار ارزنده رو درباره توتالیتاریسم های مختلف ارائه داده. آیا این اسلامیسم یک تهدیدی هست برای نظم جهانی یا خیر، و چطور میشه این رو بررسی کرد؟ و در کتاب هم سعی کردم که به اصطلاح ابجکتیف باشم، فقط اون استدلالایی رو که در جهت تز من هستند اونها رو فقط نگیرم، بلکه تمام استدلالایی رو که من بهشون واقف هستم اونها رو بیان بکنم و بعد به خواننده بگم که من به این دلیل هست این استدلال رو میپذیرم. و این هم به خاطر درسی است که از یکی از اساتید فرانسه ماکسیم گودنسون من یاد گرفتم. روزی در خانه‌اش بودم و اون موقعی بود که من رساله دکتریمو راجع باز مفهوم قدرت در شیعه، که در اون زمان کسی به این چیزها اهمیتی نمیداد و هیچ کس فکر نمیکرد که این به اصطلاح اصولا تئوری روزی به قدرت برسه. به هر حال من از ایشون پرسیدم که ابجکتیویته در این علوم اجتماعی چطوری من میخوام ابجکتیو باشم، چیکار باید بکنم؟ ایشون یک خنده کرد و گفت که دوست عزیز، ابجکتیویته در علوم اجتماعی وجود نداره. گفتم خب به هر حال اینطوری که نمیشه که برای یک کلیدی. گفت آره، کلید به نظر من این میتونه باشه که شما فقط تقلب نکن، ایلفو پا تریشه، به این معنا که همون استدلالی که فقط در جهت تز تو هست اونا رو بگیری و بعد اون استدلالی دیگر رو اصلا فراموش کنی و عمدن اینا رو کنار بذاری. به طور کلی میتونم بگم آره، یعنی تجدید نظر کرده در دانش‌های موجود در مورد توتالیتاریسم و اونها رو به نوعی بروز کرده. من اسلامیسم رو به عنوان یک مفهوم کاملا عادی مورد توجه قرار دادم، مثل لیبرالیسم، مثل سوسیالیسم، مثل مارکسیسم، و نگفتم این اسلامیسم یک چیز استثنایی است. حالا چرا این اسلامیسم مهم هست؟ به خاطر این است که ما روز و شب در تلویزیون، رادیو و سیاستمداران، نویسندگان همه به این اسلامیسم ارجاع میدن. منتها مسئله اسلامیسم این است که برخلاف بولشویسم، استالینیسم، نازیسم یا فاشیسم، که اینا هیچ کدوم ربطی به یک دین و یا مذهب خاصی ندارند، خیلی به اصطلاح خونسا هستند، مسئله اسلامیسم این هست که اسلام رو به اصطلاح میاره به نوعی جلو، و به همین خاطر بیشتر نویسندگان و یا سیاستمداران غربی اینا خیلی احتیاط میکنند که نکنه که این به ناروا مسلمان ها رو جریه دار بکنه، و خیلی خوددار هستند. و مثلا من میتونم بگم که تمام سخنرانی های پرزیدنت اوباما رو ملاحظه کردم و ایشون حتی یک بار هم از واژه اسلامیسم یا اسلام افراطی یا اسلام بنیادگرا هیچ وقت استفاده نمی کنه. ولی در مورد ایران یکی از مسائل مهم به نظر من این هست که اپوزیسیون ایران در مورد هویت رژیم به اصطلاح به توافقی نرسیده و شاید به فهم درستی هم هنوز نرسیده باشه، و این مسئله سبب شده همینطور که دکتر ایجادی بهش اشاره کردن که افراد و گروه های مختلف که با یک ناشناختهی و میخوان این ناشناخته رو به اصطلاح درستش کنن، بهش نصیحت بکنن، نمیدونم اصلاحش بکنن، ولی هنوز اینها نگفتن بالاخره این طرف شما هویتش چیست. و این فکر میکنم یکی از مسائلی است که این کتاب میتونه کمک بکنه.
تاریخ ها رو که نگاه بکنیم به طوری خیلی گذرا، 1917 انقلاب بلشویک یا کودتای لنین، 1922 مارش موسولینی به طرف روم و تسخیر روم، 1924 آغاز نوشتن کتاب من کمف توسط هیتلر در زندان، 1928 تأسیس اخوان المسلمین، 1933 تسخیر قدرت توسط هیتلر در آلمان. و وقتی که من عرض میکنم توتالیتر، منظورم رژیم توتالیتر هست، چون هیچ جامعه‌ای به قول یک نویسنده ایتالیایی توتالمان توتالیتر نمیشه. جامعه شوروی، جامعه آلمان نازی، اینا هیچ کدومشون توتالیتر نبودن، همیشه افرادی بودن، گروهایی بودن که اینها کاملا مخالف این رژیم بودن و و و به هر حال منظور رژیم توتالیتر هست. و هانه ارنت معتقده که ذات توتالیتریسم نه شرافت، نه تقوا و نه ترس هست، بلکه ترور هست، یعنی وحشت هست. که فرق ترس و وحشت این است که ترس عمودی است و اون کسی که بالا نشسته از اون میترسند، ولی ترور در واقع هم عمودی است و هم افقی، هم از اون شخص بالایی میترسند و هم همه از همدیگه میترسند به هر حال. ولی دو مشخصه دیگه اسلامیسم داره که اون رو متمایز میکنه از رژیم های توتالیتر کلاسیک یا غربی. یکی این هست که رژیم های توتالیتر غربی همه سکولار بودند، یعنی هیچ کدوم اینها دینی نبودند، و به حال آنکه اسلامیسم یک رژیم دینی هست با یک ایدئولوژی دینی. دیگر این که، و این موضوع فکر میکنم میتونه توجیه بکنه که اسلامیسم یک کاتگوری جدیدی است از رژیم های سیاسی، قبلا وجود نداشته، این است که اسلامیسم علاوه بر ایدئولوژی و کشت شخصیت و ترور، تروریسم را هم داره. و ترور و تروریسم با هم فرق داره، یعنی هم رژیم استالین و هم رژیم نازی اینها ترور رو به کار می بردن، ولی تروریسم به عنوان متد دولت رو به کار نمی بردن به صورت تروریسم که ما امروز می شناسیم. اینها همینطور که در اون مقاله هم اومده، عرض کنم کارهای ضد انسانی فوق العاده بزرگی مثل هولوکاست و یا گولاگ انجام دادن. و باز در این رشته میتوان گفت که اگر اسلامیست ها این کارها رو انجام ندادند، استدلال من این هست، این که نه به خاطر این است که اینها نخواسته باشند، بلکه به خاطر این است که نمیتوانند. و دو مورد رو اینجا عرض کردم، یکی مورد 11 سپتامبر که به هر حال یک هولوکاست کوچک بود، اینها 3000 بیش از 3000 انسان بیگناه رو سوزاندن و اگر میتونستن نیویورک رو آتش میزدن، ولی نمیتونستن، وگرنه خاوران ایجاد کردن. به هر حال که موارد، من حالا بیشتر رجع به ایران رو مثال میارم، ولی اینجا مثال های کشورهای دیگه هست. در توتالیسم غربی مشروعیت هم استالین و هم هیتلر اینها میگفتن ما از مردم داریم، یا از فولک و یا از پرولتاریا. به هر حال مشروعیت زمینی بود و اینها توتالیتاریسم شرقی اصل مشروعیت در واقع خداوند است، یعنی آسمانی است. و این نتایج بسیار مهمی داره در مورد مسئولیت پذیری و مسئولیت نپذیری. وقتی که شما به هر حال میگید که مشروعیت من مردم هستن، در عملا شما در برابر همون مردم یک نوع مسئولیت دارید، تو به جای دیگه نمیتونی شما بگی که این خدا سلامان. ولی در باز آن جمهوری اسلامی رو مثال میزنم، اینه که مشروعیت در واقع از خدا گرفته شده و نه از مردم. بنابراین هم عملا و هم از نظر میشه گفت قانونی، اون رهبر و یا رهبران اینها مسئولیتی در برابر مردم ندارند، بلکه نهایت در نهایت و در غایت مسئولیت اینها در برابر خداوند هست، یعنی آسمانی هست. و مثال آوردم که
هیتلر خودکشی کرد برای که دید خب مسئول است، ولی خمینی با وجود به کشتن دادن بیهوده صدها هزار نفر ویرانی مملکت جام زهر رو نوشید ولی به قدرت باقی موند و در واقع میشه گفت چند روز بعدش فرمان کشتار زندانیان رو صادر کرد و اون مسئله که امروز به خاوران معروف شده. و این به اصطلاح میشه گفت که وجوه تمایز خیلی مهم این دو تیپ از توتالیتاریسم هست. خیلی خلاصه عرض کنم که یک سعی کردم یک کلیدی بدم که این کلید با این کلید آقای روحانی فکر میکنم امیدوارم فرق داشته باشه، چون ایشون که کلید حتی اون خونه خیابان پاسدار من حسش رو نتونسته باز کنه که این دوتا بیان بیرون یا یکیشون. به هر حال یک کلیدی بشه بخصوص برای جوانای ایرانی که فهم بشه این رژیم بالاخره ماهیت چیه، هویت چیه و اصولا چطور میشه در برابر این رژیم، اگر کسی گروهایی و جوانای ایرانی میخوان که این تغییر بکنه پس بنابراین چگونه میتونه تغییر بکنه. و برای خارجی ها که این مسئله نامفهوم مونده هنوز و هنوز این اسلامیسم به خاطر اینکه اینها آشنایی کافی به الهیات اسلامی ندارند و به سمبول اسلامی ندارند از یک طرف، و به خاطر همین بازی هم که جمهوری اسلامی انجام میده و همینطور که ایجادی اشاره کرد به آلترنف سازی میپردازه و اسلامیست های اصلاح طلب و اسلامیست های رادیکال اینطوری، اینها هم براشون مفهوم بشه که بالاخره با چه رژیمی اینها سر و کار دارن. خیلی سپاسگزارم.